با درود به شما بینندگان عزیز با تازه های اخبار همزمان با جستاری در آخرین تحلیل های نوشتری روزنامه ایرانی در روزنامه های ایران تا 20 دقیقه مرور می آخرین اخبار امروز ایران در ایران فردا نخواست مروری بر سرفصل اهم اخبار برگزیده امشب موج جدیدی از جدالها حول توافق هسته با تازه ترین اظهار موضع صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران مبنی بر دب در آوردن طرف غربی مذاکره همینطور همزمان افت و خیز تنش ها در پارلمان ایران از سوی گروه موسوم به دلواپسان اعلام موافقت حوسی ها با آتش بس در یمن ارسال کشتی های کمک جمهوری اسلامی ایران به کشور یمن ادامه بحران ها در شهرهای کردنشین ایرانی پس از شایعه قصد تجاوز یک مأمور امنیتی به دختر کارمند هتل و بالاخره باستا به گسترده پیروزی تیم تراکتورسازی تبریز با موجی از حجمه لفظی علیه سرمربی تیم استقلال ایران اهم عناوین اخبار و مطالب منتشره در رسانه های داخلی و بعضا خارجی و از جمله روزنامه های امروز دوشنبه 21 اردیبهشت ماه بود که در 20 دقیقه پیش روی با همدیگر مرور می کنیم. همینک با مشروع اخبار برگزیده نخست آخرین تحولات در کشور بحران زده و جنگ زده یمن با اعلام پذیرش آتش بس از سوی گروه شورشی حوسی ها شبه نظامیان حوسی و نیروهای نظامی شورشی متحد آنها در یمن با آتش بس پیشنهاد شده از سوی کشور عربستان سعودی موافقت کردند همزمان یک کشتی وابسته به سازمان ملل نیز به یکی از بندرهای یمن سوخت رسانده است سرهنگ شرف لغمان سخنگوی نیروهای نظامی متحد حوسی ها گفت آتش بس از روز سه شنبه یعنی 22 اردیبهشت ما شروع خواهد شد. عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان دیروز پنجشنبه پس از گفتگو با جان کری وزیر خارجه آمریکا خبر پیشنهاد آتش بس را اعلام کرد عربستان سعودی در عین حال اجرای آتش بس را به این مشروط کرده است که شبه نظامیان حسینیز نیز سلاح خود را زمین بگذارند گزارش شده است که نیروهای هوایی عربستان خانه علی عبدالله صالح رئیس جمهور پیشین یمن را که از نیروهای حوسی حمایت می کند هدف حملات خود قرار دادند. بر اساس گزارش ها آقای صالح به هنگام این حملات در ساختمان حضور نداشت در همین حال خبرگزاری های فرانس پرس و رویترز گزارش می دهند که آتش بس پیشنهادی از سوی سعودی باید از سهشنبه 22 اردیبهشت برقرار شود این تاریخی است که قرار است رهبران کشورهای عربی و امیرنشین خلیج فارس برای گفتگو با باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا راهی این کشور شوند خبرگزاری فرانسه نیز روز یکشنبه در گزارشی از صنعا پای تخت یمن تایید می کرد که نیروهای وفادار به علی عبدالله صالح رئیس جمهوری اسبق یمن نیز با آتش بس موقت پیشنهادی از سوی عربستان معافقت کردند. علی عبدالله صالح رقیب عبد رب منصور هادی رهبری بخشی از نیروهای نظامی کشورش را در دست دارد که در همپیمانی با شیعیان زیدی یمنی توانستند در نبردهای ماهای اخیر قسمتهای مهمی از یمن را نیز تحت کنترل خود درآورند در سوی دیگر با همین رویداد از رسانه های داخلی و خارجی خبر از اختار ناو شکن ایرانی در خلیج عدن به ناوگروه‌های های آمریکا و فرانسه گزارش می شاید. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا شامگاه روز شنبه 19 اردیبهشت به هنگام عبور ناوگروه 34 نیروی دریایی دریای ارتش ایران از سی مایلی بندر عدن یمن بالگردها هواپیماها و ناوهای آمریکا و فرانسه قصد نزدیک شدن به ناف شکن البرز و ناو لوجستیک بوشهر در فاصله کمتر از پنج مایلی را داشتند به گفته ای این خبرگزاری پس از اختار ناوشکن البرز امروز های آمریکا و فرانسه از ناوگروه ایران عذرخواهی کردند و مسیر خود را تغییر دادند در این راستا تنها روزنامه‌ای که در صفحه یک با لحنی پیروزی معاب به این موضوع میپرداخت پرداخت روزنامه تحت امر رهبری ایران یعنی کیهان بود و از عقب نشینی ناوگان آمریکا و فرانسه در پی اختار ناوگروه ارتش ایران خبر داد همچنین در صفحه نخست این روزنامه تصاویری از کشتی نجات جمهوری اسلامی ایران به یمن نشان داده می شود که در خلیج عدن و سواحل یمن در حال تخلیه بار و محموله های غذایی است همینطور روزنامه وطن امروز نیم صفحه اصلی شماره امروز را به کشتی نجات در راه یمن آراسته بود ادامه خبرها و نظرها با رویدادهای دیگر خبری کوتاه از هواپیمایی ایران بر اساس اخبار منتشر از پایگاه خبری هواپیمایی ایران پس از سالیانی انتظار جمهوری اسلامی ایران به هواپیماهای جدید ایرباس تجهیز می شود علی رزا جهانگیریان رئیس سازمان هواپیمایی ایران می گوید که ایران نو هواپیمای ایرباس خریده است وبسایت هواپیمایی کشوری به نقل از آقای جهانگیری مینوشت که هشت فروند هواپیمای ایرباس مدل A340 ای و, و یک فروند ایرباس 321 با عمر متوسط بین 10 تا 15 سال به کشور وارد شد که با ورود این نوع هواپیماها میانگین سن ناوگان هوایی کشور برای اولین بار به 19 سال کاهش یافت. رئیس سازمان هواپیمایی کشوری می گفت که از اسفند ماه سال 93 تا کنون 17 فروند هواپیما به ناوگان هوایی کشور افزوده شده است. صنعت هواپیمایی ایران در سالهای اخیر مشمول تحریم های گسترده بین المللی بوده و به طور مشخص دولت ایالات متحده ای آمریکا فروش هواپیما و قطعات و تجهیزات آن را به ایران ممنوع کرده است در پی این محدودیت ها و با فرسوده شدن ناوگان هوایی ایران عملا استفاده از تعدادی از هواپیماهای مسافربری در شبکه حمل و نقل هوایی ایران غیر ممکن شده بود ادامه اخبار با تازه ترین اظهار موضع دکتر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران با اعلام اینکه غرب دارد دبه در می آورد. علی اکبر سالهی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران گفت که در مذاکرات هسته ای طرف مقابل روی برخی از موضوعاتی که بر سر آنها تفاهم شده دبه می کند. به گزارش خبرگزاری مهر آقای صالحی دیروز یک شنبه 20 اردیبهشت و در مراسم گرامی داشته از ساتید و چهره های ماندگار هسته ای تأکید می کرد که با این حال مطمئن است که در مجموع مذاکرات به نتیجه خواهد رسید همینطور خبرگزاری فارس از جمله خبرگزاری های نزدیک به گروه های شبه نظامی سپاه پاسداران در گزارش جداگانه از سخنان رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در مراسم از قول وی نوشته است در جلساتی که اخیرا داشتیم عنوان شده که طرف مقابل سوالاتی درباره در مباحثی که مورد تفاهم قرار گرفته مطرح می کند که البته نمیخواهم موضوع را باز کنم این خبرگزاری همچنین از علی اکبر صالحی نقل می‌کرد که در جریان مذاکرات هیچ چیزی خارج از چارچوب تعیین شده توسط مسئولان نظام عمل نخواهد شد. و هر آنچه مورد توافق قرار گیرد قطعا بر اساس توافقی است که در داخل کشور نسبت به آن اجماع حاصل شده است به گزارش خبرگزاری مهر علی اکبر صالحی در بخش دیگری از سخنان امروز خود با تاکید بر اینکه مذاکره کنندگان ایرانی نمیخواهند گفتگوها به هر قیمتی به نتیجه برسد اعلام میکرد که در چارچوبی کلی که رهبری و مسئولان نظام مشخص کرده اند پیش می روید. ایشان در ادامه با انتقاد از لحن برخی از منتقدان مذاکرات هسته ای اینگونه می گفت. همین الان وزارت امور خارجه و سازمان انرژی اتمی در خیلی از موارد اختلاف نظر دارند اما همزبانی و همدلی می کنن و راهگشایی می کنن که از این گردن عبور کنیم اختلاف نظر به معنای دشمنی نیست و ما هیچگاه از ادب دور نشدیم آقای صالحی گویی یا با گلایه از انتقادات ای که نام خود را دانشمند هسته ای میدانند ادامه میداد و اشار می کرد که من نمیدانم این عناوین دانشمند چطور به کار گرفته می شود و زمانی که به طور مثال انشتین دانشمند است این عده نیز عنوان دانشمند را بر روی خود میگذارند که گویا لحن ناقدانه و تن آمیزی داشت به جماعتی دلواپس که مدعی همه چیزدانی هستند رئیس سازمان انرژی اتمی خطاب به کسانی که خارج از ادب و دلسوزی برای منافع ملی و حاکمیت ملی کار می کنند و گاهی جلوتر از مسئولان نظام حرکت می کنند انتقاد می کرد و می گفت بنده به این عزیزان برادرانه تذکر می دهم که هر چقدر بیادبی بکنید به خودتان باز می گردد. در هفته های اخیر همان گونه که بینندگان عزیز مستهذرند برخی از مخالفان مذاکرات هسته‌ای ایران و از جمله فریدون عباسی رئیس سابق سازمان انرژی اتمی به بیان انتقادات تند و تیزی از مذاکره کنندگان هسته‌ای ایران پرداختند در سوی دیگر در همین زمینه و مضمون دلواپسان مجلس در اعتراض به عملکرد سنای ایالات متحده آمریکا با انتشار نامه‌ای دست به واکنش زدند بیش از دویست نماینده ی مجلس ایران در بیانیه ی از وزارت امور خارجه خواستند که نتایج مذاکرات را به مجلس بفرستد تا نمایندگان درباره آن نظر بدهند در واقع این بیانیه اولین واکنش رسمی نمایندگان مجلس ایران به مصوبه تازه سنای آمریکاست که بر اساس آن هر نوع توافق احتمالی با ایران بایستی به تصویب کنگره آمریکا برسد و اما در این راستا نیز عمده روزنامه های نزدیک به طیف تندروها به واکنش های تندی پرداختند از جمله روزنامه سیاست روز تنها با یک واژه در واقع به پوشش سخنان علی اکبر اقدام کرد همون گونه که می‌بینید با تک دبه این صفحه این روزنامه سفارایی شد و بسته شد که اشاره داشت به گلایه صالحی از دبه, دبه کردن طرف آمریکایی مذاکره و همچنین روزنامه کیهان در تیتر اصلی صفحه یک و هم در یادداشت تحلیلی روز به این موضوع پرداخت در واقع تیتر رو به این موضوع اختصاص داد همان گونه که می‌بینید صالحی هم دلواپس شد تیتری تن آمیزی بود که بر حقانیت خودشان یعنی کیهان نشینان تاکید داشت و اما در یادداشت روز کیهان در یادداشتی به عنوان همه دلواپس دولت شده ان در آغاز این سطور نوشتار با بهانه قرار دادن موضوع دو نامه ارسالی در سالهای اول انقلاب ایران از سوی بهشتی و رفسنجانی به آیت الله خمینی در نقدی کم سابقه هاشمی رفسنجانی را متهم می کرد که وی در بی احترامی به خمینی نیز جسارت کرد و جسور بود و چنان بود که حتی نامه اش به خمینی بدون سلام تحریر شده بود و در ادامه نوشتار خود با ذکر مصادیقی از مردان اصلاح طلب و نزدیک به دولت روحانی از ناکارآمدی دولت یازدهم در جمهوری اسلامی ایران خاصه در امر اقتصادی پرده بر می داشت و انتقاد می کرد. و اما در این میان روزنامه های حامی سیاست های مذاکراتی دولت روحانی با غرب با تیترهایی از سخنان علی لاریجانی رئیس مجلس به مقابله به جنجال و هیاهوهای روزنامه های تند رو می پرداختن. از جمله روزنامه اعتماد تیتر نخست شماره امروز را به مخالفت لاریجانی با توقف مذاکرات اختصاص داد از حوزه هسته به عرصه فرهنگ و هنر می رویم وزیر ارشاد ایران گفت با گسترش تکنولوژی در آینده مردم دیگر دیش ماهواره نخواهند داشت که بخواهیم آن را به پایین بکشیم علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در هجدهمین گرده همایی تخصصی معاونین اجتماعی ناجا با اشاره به کنترل ناپذیر بودن فضای مجازی این گونه اشاره می کرد که در حال حاضر حدود 9000 کانال تلویزیونی و شبکه ماهواره‌ای و فرامرزی داریم که بیش از نیمی از آن یعنی حدوداً 5000 در داخل کشور قابل دریافت است به گزارش خبرگزاری های داخل ایران از جمله ایسنا جنتی میافزود حدود 170 شبکه ماهواره فارسی زبان نیز فعالیت می کنند و بیش از 870 میلیون سایت نیز اطلاعات و اخبار را به مخاطبان منتقل می کنند که هر روز هم تعداد آنها در حال افزایش است. جنتی با اشاره به نقش تلفن‌های هوشمند آینده که در آینده بسیار نزدیک قابلیت دریافت تلویزیون‌های ماهواره‌ای را خواهند داشت تصریح می‌کرد که آن موقع که دیگر دیش ندارند که پایین بکشیم و برخورد کنیم در این راستا نیز برخی از روزنامه های نزدیک به طیف دولت از جمله روزنامه آرمان منتصب به طیفی از مردان کارگزار نزدیک به هاشمی رفسنجانی علی جنتی را بر صدر صفحه نشاند و به نقل از این دولت مرد عرصه فرهنگ و هنر به نقدی تند علیه افراط گرایان مینوشت تا دو سال دیگر دیشی نداریم که جمع شود در ادامه تورق با روزنامه ها از بابک زنجانی دوم نیز پرده های تازه کنار زده شد و از جمله روزنامه آرمان با همین عنوان و تیت به نقل از مدیر امور بین‌الملل شرکت نفت ایران سریحا اعلام کرد که بابک زنجانی دوم پیدا شد که همزمان با مرور تحولات در بازار خرید و فروش نفت ایران گویی یا شرکت ملی نفت ایران قراردادی با یک واسطه نفتی برای فروش میعانات گازی به یک پالایشگاه اماراتی منعقد کرده و نکته قابل توجه که گفته می شود هنوز بدهی بیش از 5 میلیارد دلاری نفتی خود را این فرد تصویه حساب نکرده است. که مجددا رفته با امارات قرار داد بست سید محسن قمسری درباره بدهی نفتی این واسطه نفتی در واقع مافیای نفتی میگفت این فرد چند محموله میانت گازی ایران به ارزش 5 میلیارد و 300 میلیون دلار را به یک پالایشگاه اماراتی فروخته است در این راستا روزنامه شرق حتی تیتر اصلی شماره امروز خود رو با چنین موضوع و مضمونی می آراست و به نقل از ترکان مشاور رئیس جمهوری ایران از رد پولهای چرک منظور پولهای کثیف است پرده کنار میزد ایشان که تأکید داشت به عنوان مشاور رئیس جمهوری در این مورد خاص البته صحبت نمی کند از سفارش هایی که از سوی برخی برای حامیان مالیشان به او می شود پرده بر می داشت. ترکان همچنین با اشاره به موضوع پولهای کثیف می گفت این طور نیست که پول کثیف و آلوده فقط در کشور ما وجود داشته باشد ولی در کشورهای دیگر قوانینی برای مهار این پولها وجود دارد <متصفح> ادامه برنامه امشب بررسی مرور مطبوعات بازخیزی تیم محمود احمدی نژاد و در واقع فعالیت های ایشان در قلم روی سکوت برای تصاحب سکوهای قدرت از جمله انتخابات آتی مجلس مورد توجه و تحلیل روزنامه های بیشماری از در ایران واقع شد از جمله روزنامه اعتماد در شماره امروز به عنوان در ساختمان ولنجک چه میگذرد به کاروان سه هزار نفره یاران احمدی نژاد اشاره تحلیلی و تفسیری داشت که بسیار کوتاه و برگزیده آن را با شما مرور خواهم کرد بر اساس گزارش روزنامه اعتماد روز پنجشنبه به هفته گذشته احمدی نژاد در دفتر ولنجک پذیرای استانداران دوره ریاستش در دولت بود ایشون در طول دولت های نهم نه و دهم ده با با 55 استاندار کار کرد که از این تعداد تنها هفت نفر به دلیل اتخاذ مواضعی مخالف با احمدی نژاد دعوت ایشان برای این جلسه قبول نکرده بودند اگرچه از محتوای این جلسه خبری در دست نیست اما شنیده های روزنامه, های... اعتماد حاکی از آن بود که اطرافیان رئیس دولت های نهم نه و دهم ده طی هفته آینده میزبان فرمانداران دولت خود خواهند بود بر اساس آمارهای وزارت کشور ایران در دوران ریاست احمدی نژاد در واقع حدود 800 فرماندار منصوب شده بودند پیش بینی احمدی نژادی ها برای این جلسه این است که حدود 600 نفر در این جلسه حضور خواهند داشت آنها برای برگزاری این جلسه در تهران به دنبال سالونی با گنجایش 600 نفر هستند و تلاش می کنند تا آن را در سکوت خبری برگزار کنند و محتوایش را تا اطلاع ثانوی در اختیار رسانه ها قرار ندهند این در حالی است که احمدی نژاد هر هفته حدود 16 نفر از مدیران دولتی زمان خود را کماکان به طور خصوصی ملاقات می کند که این رقم به 64 نفر در ماه میرسد البته این تنها یک بخش از شبکه مدیران احمدی, نج... ها در سر و سر کشور است که اخیرا استان به استان گویا هسته هایشان فعال شدهاند. و با این گزیده گزارش وقت برنامه امشب ما نیز در همین مقال و مجال به پایان می رسد. تا درودی دوباره و شامگاه دگربار در برنامه شامگاهی بررسی روزنامه های هر روز ایران در ایران فردا بامداد روشن آسمان آبی بدرود